سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال خودتون، کانال کوهن آپولو. امروز قراره یا آهنگ از شاهین نجفی به نام آلیس از آلبوم ساد رو با هم ریاکت بریم. بریم و برگردیم. خب بچه ها، خوش اومدید به کانال خودتون. من کوهن هستم و امروز قراره همونطور که گفتم یا آهنگ از شاهین نجفی به نام آلیس رو با هم گوش بدیم و لذت ببریم. این آهنگ از آلبوم ساد هستش که حدودا فکر کنم تو سال 2015 یا 16 ولی احتمال زیاد 15 بود که منتشر شد این آلبوم. این آهنگ آلیس از سروده های یغما گلرویی عزیزه با تنظیمی از مجید کاظمی، کاوری از علی باغبان و خب مسلماً از خوانندگی هم که با شاهین نجفیه عزیز است. از کمپانی دیالوگ منتشر شده این آهنگ و این آلبوم در کل و باید بدونیم ببینیم که چی میگه حالا در این آهنگ. هم همون طور یغمای گلرویی سروده شون است و حالا اون جانی که بخشیده شاهین نجفی به این سروده و باید ببینیم که چی هستش. خب قبل از اینکه شروع کنیم به ریاکت رفتن به این آهنگ، ازتون خواهش میکنم که ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک، زنگوله کنار سابسکرایب رو حتما بفشارید و همینطور آهنگی، انتقادی، پیشنهاد چیزی دارید برای ما حتما کامنت بذارید. کانال خب تازه تأسیس تقریبا و به سابسکرایب های شما واقعا نیاز داره، به حمایت های شما واقعا نیاز داره و تعداد سابسکرایب ما یه مقدار پایینه و لطف بکنید شما که میاد و بازدید میکنید، قدم رو چشم ما میذارید و این برنامه رو میبینید، لطفا ما رو سابسکرایب هم بکنید که یه مقدار این انرژی ما بیشتر بشه و بتونیم بیشتر براتون کار تولید کنیم و ریاکت‌های بهتری بریم. همونطور که قبلن هم گفتم این کانال فقط یک کانال ریاکت نیست و برنامه های دیگه ای هم ما داریم که با بالا رفتن تعداد سابسکرایبمون مطمئناً اونها رو هم اجرا خواهیم کرد. خب برسیم به کاور این آهنگ و بهتر باید بگم به کاور این آلبوم، چون کلن یک کاور داره و اونم یک کف دستیه که پنج انگشت رو داره نشون میده روبروی حالا دوربین یا تصویر و کاملا مشخصه، یعنی واضحه که معنیش چی هستش، خودتون میتونید ببینید و من کاور رو میذارم براتون رو تصویر که مشاهده کنید و بریم و با هم گوش بدیم دیگه حرف دیگه ای نمیمونه و میریم و گوش میدیم با همین ترک رو. عجایب اینجا دستامو بگیر آلیسم، خون رگهامو وا میگیرم تا همه ماجرا رو بنویسم. خب مشخصه که از کدوم سرزمین داره نام میبره، میگه سرزمین عجایب اینجا و اینکه خون رگهامو وا میگیرم که با خون رگهام بنویسم، یعنی اگر قلمی هم نباشه من با خون خودم مینویسم، از اون وام میگیرم. سرزمین عجایب اینجا باقی از گلای آدم خار، مردمش تخم میشکنن وقت رقص محکوم روی چوبه دار. میگه باقی از گلای آدم خار، چرا حالا اینو گفته؟ ربطش میده تو مصرع بعدی، چون مردمش تخمه میشکنن وقتی که یک فردی رو دارن اعدام میکنن و لذت میبرن انگار از دیدن و جان باختن یک آدم، به خاطر همین میگه که یه باقیه که انگار همه آدم خارن، گلهای آدم خار اونجا هستش. سنگا رو به گلوله میبندن، گرگایی که نشسته میشاشن، مردهاش مثل کوهی ایستادن روی زنها. خب همون
همونطور به گلوله بستن سگ‌ها و همینطور اسید پاشیدن روی خانم‌ها خب تو اون دوران یه مقدار زیاد شده، مخصوصا اسید پاشی. البته خب سگ و مشکلاتی که برای سگ‌ها هست متأسفانه هنوزم وجود داره و خیلی از این سگ‌های برگرد همچنان بی‌اعتنایی میشه و نیاز به حمایت دارن. و در اون دوره یادتون باشه مخصوصا توی اصفهان تو چند سال پیش خیلی روی خانوم ها اسید می پاشیدن، یه افرادی بودن که حالا نمیدونم دستگیر شدن یا نه، ولی معضل بزرگی بود و معضل اسید پاشی کلن هستش دیگه و امیدواریم که روزی بیاد که ما نبینیم چه این چیزایی رو هیچ وقت. مردمی که با آرزوهاشون غرق میشن تو خیمه نزی مثل مزرعه گندم این شاید براتون اتفاق افتاده باشه تو روز تاس و عاشورا، مخصوصا بعد از اینکه خیلی گریه زاری و اینا میشه مردم یهو هجوم میبرن به حالا اون قیم نظری که دارن میدن و انگار نه انگار که حالا قبلش حالا اون شیون و احساسات و اون گریه و اون راز و نیاز بوده و همه چی فراموش میشه و میره فقط به فکر خوردن. البته خب خیلی از مردمی که گشنه هستن شاید اون لحظه فقط به اون فکر میکنن، میگه که باقی مردمی که مثل این که یه باقی گندمزاری رو دیدن و هجوم میبرن به اون و این کاملا فکر کنم به خیلی از شما شاید تجربه شده باشه و دیده باشید این مسئله رو. یک بار دیگه این قسمت رو یه ذره میریم عقب و با هم گوش میدیم. غرق میشن تو خیمه نظری مثل یه مزرعه که گندم رو خواب میبینه توی بی بصری، دیگه فرقی نداره واسه کسی مزه قرص نون با قرص برنج. چقدر زیبا این قسمت از دو قرص استفاده کرد، یکیش قرص نانه، اون قرصی که به هر حال دایره نان دایره و میگن یک قرص نان دیگه، معمولا عددی که شمارش میشه باش، یعنی اون واحد شمارشش قرص نان، ولی از اون بر قرص برنج کلن اصلا قضیهش فرق میکنه. قرص برنج دارویه برای خب همونطور که میدونید برنج و اون خارکایی که تو برنج پیش میاد، ولی میگم چقدر زیبا شاعر تونسته دو چیزی که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن و کنار همدیگه بذاره و بتونه اون فاجعه رو تصویر کنه تو ذهن مخاطبش. قرص نان و قرص برنج هیچ فرقی برای مخاطبش ندارن و این فاجعه است. مثل وصله ناجور، این دیگه فکر کنم کاملا مشخص باشه چی میگه. یعنی میگه آه اونایی که حزب باد هستن و به هر طرفی که این باد میچرخه و خودش حالا جای اون پرچم قرار میدن و مثل یک پرچم هر طرفی که این باد میچرخه به همون سمت حرکت میکنن مثل یک پرچم، از اون سمت باد بدمه از این سمت پرچم همراهی میکنه با اون باد، شرق غرب شمال جنوب فرقی نره، هر طرف باد به چرخه پرچمه باش همراهی میکنه، ولی میگه من مخالف این قضیه هستم و سر جام میمونم و این حزب باد نیستم یا به قول معاوری تر باد پرچم نیستم. تو همیشه بزرگره
پیشه شعر میگه برق میندازم با غمتون نیازمندی ها. یه عکسی از یغما گلرویی اگه یادتون باشه بیرون اومده بودش که یغما با یکی از این روزنامه های معروف داشتش شیشه اتاقش یا حالا شیشه خونش و شیشه پنجرهش رو داشت پاک میکردش و اینجا میگه فقط به درد همون میخوره، یعنی هیچ استفاده دیگه ای نمیشه ازش کرد. از قول شاعر دارم اینو عرض میکنم. قضیه این چوب خط که میشه، من اصلا حالا نه تو این آهنگ، تو آهنگ دیگه ای هم اصلا یادم باشه تو یه آهنگ سیاوش این واژه چوب خط اومده بود و من هر وقت این واژه رو میشنوم خودم دقیقا یاد اون زمانی میفتم که چون خودم سرباز زندان بودم و دیدم تو اون سلولای انفرادی که حالا میرفتم اون چوب خطایی که خورده بود و روز شماره هایی که زندانی ها برای خودشون گذاشته بودن و روش رو یه خط میکشن، یعنی یه چوب خط میکشیدن بعد روش رو یک خطی میکشیدن که حالا این روز تموم شد یا این هفته تموم شد. من رو یاد واقعا اون دورم میندازه. یه قولی هم زد، یه نقلی هم زد به فروغ. فروغ یه شعری داره، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، اگه اشتباه نکنم عنوان شعره، و یه جایی میگه که بر ناتوانی این دستهای سیمانی، و یا میاد پایین ترش میگه که من راز این فصلها رو میدانم و فلان. اینا خیلی شعر زیبا و احساسی هستش و پیشنهاد میکنم که حتما برید و بخونید. عنوانش هستش ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. یغما کلا خیلی علاقه به شخصیت‌های کارتونی و انیمیشنی داره و جای دیگه هم حالا تو آهنگای دیگه هم خب اینو و اشعار دیگه‌ش هم اینو بیان کرده، عمو نوروز و یا تو اشعارش تو کتاب رانندگی در مستی و اینجا هم از آلیس نام میبره، اون آلیس در شهر عجایب اگه اشتباه نکنم اون بارش توی بود یه انیمیشنی بودش. گیتار برقی زیر خیلی واقعا یه هیجان و یه خشمی به آدم میده که توصیف نمیشه کرد. خب بچه ها امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ترک. یه مقدار میگم منو برد تو حال هوای چند سال پیشم و یه ذره دگرگون کرد منو و خب خاصیت آهنگم همینه دیگه، تو رو به یاد یک مناسبتی بندازه یا واسط یک مناسبتی بسازه و در آینده به یادش بیفتی. این خاصیت خب هر قطعه از آهنگ میتونه باشه، آهنگ درست حسابی مثل این آهنگ. امیدوارم خوشتون اومده باشه و لطفاً 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 سابسکرایب یادتون نره، ما نیاز داریم به حمایت شما و کامنت بذارید برای ما، انتقاد، پیشنهاد، حالا هر چیزی فکر میکنید به ذهنتون میرسه میتونه به ما کمک کنه حتما تو کامنت ها به ما بگید. همینطور آدرس پیج اینستاگرام و اکانت توییتر رو براتون این قسمت تقریبا دیگه همینجا براتون میذارم
که برید و اونجا ما رو فالو داشته باشید. یک انرژی مضاعفی میشه در اونجا و فالو کردن شما. در کل حمایت شماست که باعث میشه ما بتونیم ویدیوی بهتر بسازیم، محتوا تولید کنیم، انرژی داشته باشیم. اگه شما نباشید که هیچ تولید کننده ای هم جایگاهی نداره. هیچ جایی تو هیچ پلتفرمی، حالا نه یوتیوب و اینستا، اینو فرقی نداره. تو هیچ پلتفرمی جایگاهی نداره اگر مخاطب که شما باشید نباشه. خیلی ممنون از نگاهاتون، امیدوارم که همیشه سالم باشید، از خودتون مراقبت کنید، با عشق باشید. فعلا.